بودم. چرا اگر می بود تا به حال خوب با می شوهرش دیگه ویدیوها و دیگه رسانه ها می گفت که نظر به یکی قتل که در اینجا صورت گرفته اون مشروب خورده امی خود از این مجرم است. این یک مسئله هست که من روش خیلی دقت کردم و فهمیدم که هی یک ساختگی و یک دسیسه هست که در اونجا و شما هم در تصویر نشان دادیم که چند تا از طالبان نشسته است. ولی من برمیگردم در نطفه های همین طالبان. ما خب شاید سن سال شما جناب آقای فروتن از من کوچکتر باشه. در حکومت حفیظ الله همین و نور محمد ترکی وقتی که به قدرت رسیدن همچون دسایس همیشه بوده و همچون تجاوزهای کرده بودن و هورا کتمان میکردن. خراسانی صاحب صدایتان توتا توتا شد، فکر کنم نیتان مشکل داشت. ولی نمیفهم، شاید حال درست شده، حال درست شده، صدایتان درست شده. در اون زمان ما هم شاهد همچون چیزهایی بودیم. تصویر داره با مشکل مواجه کردیم خراسانی صاحب بزرگوار. میبخشه اینال صحیح. یعنی ما شاهد چنین قضیه های در اون دوره ها بودیم که از طرف امو خلقی های حفیظ الله همین صورت می گرفت و همه طالبا همو نطفه ها هستن، همو دسیسه ساز ها هستن، همو مردم هستن، همو تبار هستن، همو طرز تفکر دارن. و حتی اگر ما برگردیم مثلا زمان حفیظ الله همین که در لیلیه شبانه روزی دانشگاه هو زمان میرفت و برای جوانانی که از اطراف آمده بودن در اونجا زندگی میکردن میگفتن که اگر شما خلقی شوین باز وقتی که به قدرت بیاین اینمی دختره های مقبول کابل از شما هست. اینا کلش اسنادی هست که ما دیدیم و حتی ما دیدیم مثلا در وزارت مالی هو زمان چند تا از همی خلقه که آمده بدارن پشت دخترهای کابل که یک ذره به اصطلاح مقبول و زیبا و با لباس های قشنگ همو مدرن خود میگشن میگوتن نال اینا خود ما نکتایی هم داریم، دریشی هم داریم، چرا ما را نمیگیرین؟ به این اندازه هم که حتی بازتون دخترها بسیار آقای قیش بزرگوار صدا خوب نیست، ما نمیفهمم شاید دیجه میکروفون من اشکال داشته باشه. اینال صحیح شد؟ آله آلی درست شد، آلی درست بله. چونم قسمت میکروفون نیز مانده بود و مورا پنان پت میکرد. به هر صورت یعنی ما از این مسائل در اونجا داشتیم. حتی در زمان معاون خاد دکتر نجیب الله که یکی از خوستی ها بود در دبی وقتی که بعد از اینکه رژیمشان از بین رفت در وقت رانندگی سکته قلب کرد که یکی از همکاران که خوب نیست ما بگویم که به زور تفنگچه سر دو تا زن دیگه خود گرفته بود و ایره برده بود به خوست و پکتیا که دختر شهری ما گرفتیم، دختر کابلی گرفتیم. اینال ما ایتور نتیجه گیری هم میکنم که اینها وحشی هایی که آمدن یک هفته پیش دوستم از کابل آمد گفتم این هر سر چارایی یعنی جوانای از هر طرف آوردن از امو سو سرد و از مناطق بسیار بدبخت منطقه برشان امی هر لحظه های دیر پرسان میکنن، پاسپورت پرسان میکنن از کجا آمده. این قصه چهار روز پیش است. خب اینها جوانان بی بندوبار هستن، بی سواد هستن، بی دانش هستن، موضوعات دین و اسلام نمیفهمن، موضوعات فرهنگی رو نمیفهمن، موضوعات روش انسانی رو نمیفهمن. خب هم یک چیزی را که دیدن یک تفنگ هم سرشانش از قدرت هم دارن خانم میره یا تجاوز میکنه یا بزور به هر شکل کسی این کارها رو انجام میتن و ما از این نوع کارها چی در وقت زمان خلقی ها و چی حال در زوره طالبا با اگر هم از این گزارش داده می شد و راپور از این می دادن شاید به هزارها هزارها از این تجاوزها و از این کارها و از این قتلها کردند. پس برای آخر صحبت معنی است که بایتون پارچه پارچه می شد بله اینمی داستان هم که هست بله بله من دارم صدا اینمی داستان هم کس آقای فروتن اینمی جریان ها هست که اینا یک دسیسه جور کردن و به این دختر حتما یکی از او طالبای سر چارایی یا از امی طالبای بی سواد نادان بی عقل که
توسط امی پنجابی ها آورده شده، حتما دیگه گفته خب خوشش آمده یا به هر شکلی که بوده اونم طور یک دستی سر جور کرده. این کاملا یک دسیسه هست، حرف آخر ممی است و شوار از یا مرکزی که هست صحبت های زی بسیار. ما یک شب اینجا می باشم و یک شب جای دیگه می بودم و مادرشان میگه که ما شوارم خانه زندگی خود می بودم و من اینجا می بودم و او چهار تصویری رام که شما نشان دادین و همی که اتحال کدام طب عدلی نگفته که تنها یا کدام زخم هم دیده یا وجود ازی یا کدام تجاوز صورت گرفته یا دینه، اینا دقیقا اینمی صحبت هایی که من کردم از همی جریانات هست. تشکر جناب آقای. استاد شیوای بزرگوار، مردم ما در بدر بیچاره شدند، ولی یگانه چیز بر مردم افغانستان باقی بود مثلا ناموس بود. بدبختانه در این روزها مسئله بی‌ناموسی در برابر ناموس مردم ما از آدرس طالب در گوشه و کنار او سرزمین بیداد میکنه. این بانو هم از این که تن به ذلت نامیته در به منزلش توسط یکی از وحشیهای طالب کوبانده میشه، ایشان خود را در بلاک های سلیم کاروان کابل از بلاک 4 خود را به پایین پرتاب میکنه. چرا طالبا در تلاش ازی هستند که توسط یوتیوب برهایشان موضوع را قسم دیگی جلوه بتن؟ قسمی که آقای خراسانی بیان کردن که در کابل امروز شراب هم فروشش هم خریدش جرم است و اصلا اونجا شرابی وجود نداره، بنان بعد مجبور میسازن که شوهر این بانو بیایه اعتراف بکنه که گویا ما دعوا نوشیده بودیم امرای همسرمان، بعد دعوای ما شد، بالاخره درب منزل ما کوبانده شد. ما خواستم که در دروازه با چوکیدار صحبت کنم، خانمم خود را از منزل 4 به پایین پرتاب کرد. در این ارتباط نظر شما چی است بزرگوار؟ فروتن صاحب عرض سلام دارم خدمت شخص شما، آقای قادری گرامی و دوستای دیگه که در پای لایف هستن. یک موضوع را باید قبل از همه یادآور شوم که امی وضعیت زنان در توقیف خانه های طالبان از چه قرار بوده و است. ای که بانو پریانی می آید، تمنا پریانی جریان شکنجه شدن خودش در توقیفگاه طالبان و همچنان امو یک طالب دیگر که خانمش خوستی تخلص میکنه، ملا خوستی بود، قاری خوستی بود، چی بود؟ اما قاری خوستی را خانمش که وقتی آمد جریان شکنجه شدنش قصه کرد که در شرمگاه ما اونا با میل تفنگ و با قنداق تفنگ میزدن که من برای کس نشان داده نتانم و میگفتم که حتی ما تا چندین شب من بدون لباس سپری کردم و او دخترم دختر جنرال دلاورزه یکی از جنرال های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که از تبار پشتون بود. بله و چی هم اگر یادتان باشه بانو پریانی هم یادآور شد که در توقیفگاه طالبا من نیمی از بدنم برهنه بود و من در اونجا هیچ اصلا نگهبان و پاسبان زن ندیدم. طبیعیست خب به این مسئله و مسئله که یک مقدار مظاهره کننده ها را در دیگه ولایات هم گرفتن و چی که کدن شکنجه کدن هم اگیش برای مردم معلوم بود، خصوصا برای زنهای هوشیار و آگاه و چیز فهم مثل روانشاد بانو اسنا می فهمیدن که وقتی که اگر دست طالب در دامن ما یا در جان ما برسه و مرا ببره به طرف از خانم به طرف بازداشتگاه، در بازداشتگاهی که چی حالت بالای ما میآید از طرف این نسل بی‌ناموس و این گروه بی‌ناموس دیگه ایره خدا میدانه. به او خاطر او آدم عفت خود دامن خود حفظ کرد در برابر امی یک گروه وحشی بربری و پرد کردن خود از طبقه چهارم ترجیح داد پرد کردن نسبت به ذلتی که در زیر گفته مردم شکنجه طالبانی، زیر شکنجه جسمانی طالبانی
در چی قرار بگیرن در بازداشتگاه. ما خیلی گپای از او شوهرش، دلایل شوهرش خنددار بود، بسیار زیاد خنددار مسخره بود که او را حتی هر کسی که امو طرح و ایدیا را بر از او داده بود بسیار یک آدم احمق بوده که برش گفته بود که تو بگو که ما اینجا یک بوتل شراب هم داشتیم، ما شراب خورده بودیم. عذر بدتر از گناه یک آدم خودش متهم باشه. حالا ببینید یک کسی که در یک جرم گیر می آید در برابر پلیس منکر میشه و کوشش میکنه که همین گناه خود هم سر کسی دیگه بندازد تا ای که گناهش کمتر شوه و مجازاتش در حقیقت کمتر شوه. این چه نوع اصلا یک منطقی است که قبول کنه که خود از او آدم هم متهم و مشکوک و مظنون دهی باشه که گویا تو خانومت شاید خودت پرت کرده باشی، پرتاب کرده باشی از طبقه چهارم، و یا هم جنگ و مشاجره بینتان صورت گرفته باشه که او آدم از به تنگ آمدن خود پرتاب کرده باشه. یعنی این رقم داشته باشه و باز خودت یک گناه دیگر هم برای خود بخری، او هم در فضای طالبانی افراطی که سیگرت زدن برای از اونا گناه شمرده میشه، گناه صغیره، و شراب خوردن از جمله گناه کبیره و گناه قبیح است که زنا و شراب خوردن یک جرم تقریبا مجازات داره. این آدم چقدر بی منطق باشه که بگوید که بله ما ضمن از اینکه مشکوک هستین سر ما که ما آیا این را کشتیم، ضمن از این ما یک شراب هم خوردیم. یعنی سر خود اینقدر یک بادم بی منطق باشه دور از آزرا که عریضه کنه و بگوید که ما شراب هم خوردیم. این تعویز که به شکل اونمو چیهایی که بانو پریانی گفت که برای ما گفت ورقه تو نوشته میکرد در بابا واسه شما را صدا توتا توتا برام با نگاهی هم ویدیو استارت میشه. لطفا دوستای عزیز ما را زیر رپورت قرار داریم، حد اقل با کامنت های وقت مجانی است، میتونین این برام نه همین آدم ها را جدیتر بگو. او برادر همین شمایی که تاجیک هستین، ازبک هستین، دزار هستین زیر لایف، وقتی که میفهمین که افغان ها ما را ریپورت میزنه همین قدر غیرت نمیکنین شما که یک چهار تا گلک و قلبک رایگانتان را بزنین؟ سیل مفت میکنین اینجا مدعا میایه برای شما یک رنگ گرف زده میره و چی کده میره یک تایپه که چالان کنی و شما مرد غیرتی همین نمیشین که یک چهار تا گلک مفتتان را بزنین. این دیگه بیخی از جمله گفته مردم گناه های نابخشودنی شمرده میشه و وجدان هم یکم باز خجالت بکشین که لایف ما از طرف افغان ها زیر ریپورت بره و شما تاجیک ها سهل کده بیچینین. این چی معنا داره که بیشی از اونا حضور کنیم؟ اینا نمیخواید که نکاس پیدا بکنه ریپورت میتن، در حالی که در این برنامه نه دشنام است نه توین است هیچ چیز نیست، ولی 267 نفر خامی خود کلش افغان نیست، همین کلش خود طالب پرست نیست. بله. او برادر با یک تا گلک بله. برنامه روان کردن صدای ما مشکل مواجه نمیشه، تصویر ما مشکل مواجه نمیشه. متاسفانه اونا ریپورت میدن اینا بیننده هستن. حال ما ببین ما شخصا ما هیچ فروتن و وایدی صاحب و چیره کار ندارم خراسانی ده قادری ده امی شخص نظر خودم هم میگم ما ازمی افغان خود هیچ گله ندارم، افغان خود با من مقابل است، میل در میل جنگیده را استیم. حالا توی که تاجیک هستی دیگه همه که غیرت که نمیکنی که حتی لایف ما را که ما دمی سنگر گفته مردم گفتاری علیه یک تودی وحشتناک جایل دیگر بیدم مقابل استیم، ما خود به چی شکل مواجه میکنیم؟ شما از زیر لایف در تلفونتان در پتی صندلی برای گرم شیشتگی اگر گلک نمیزنید قلبک نمیزنید دیگه، این خوب بیخی دیگه از جمله غیرت و همت گفته نمیشه. فروتن صاحب ابو رقمی که پریانی گفت که برای ما در پشت کمره میگرفت متن میگفت که بخوان اینه میره آنچه که هست آنچه که هست یک کلمه کم اضافه نمیگی بخوان. طالب گفت در پشت کمره استاد میشد برای ما میگرفت چی را میگفت اینجا بخوان از روی ازی
یعنی که اینا اینمی مردم ها را ناگزیر می سازد که اینا بگویند که ولی دختر ما مادرش بگوید که دختر ما مرض سیمیان داره، او گاگای دست به خودکشی می زد، ما جلوگیری میکردیمش، اما از زیر دلش در درون دل از او غوغا برپاست، چیخ میزنه، گریه میکنه و اما ظاهرا بیچاره آرام میگه ولی دختره که مینمه تو مجبور بود همه تکلیف داشت، هر بار دست و خودکشی میزد. او سو شوهرش هم منایتی که طالب انجام میته او را در مورد کس در موردش برنامه داشته باشه. استاد شیوای بزرگوار صدا نداشتین؟ فروتن صاحب گفتم شوهر از او آخر ناگزیر میشه، گریه میکنه به حد کافی بلند گریه میکنه. استاد شما همی ویدور ما تصویر ما پس میکنم، شما همی ویدور ما میگذارم یک قسمت شد ببینیم، اگر کسای تا این لحظه متوجه نشدن ببینن و دمی داخل اتاق دقیق شوند در قسمت تختی که گذاشته شده چند سرباز طالب میبینن. سو پر غطو بایا چرتا ناس و ایتا مکول شاید نور هم دیر مادر کاری لیدون کو غاری چی اول اخبال خواخی و سرسر ایو سلام کلام و کیبیا منور خبر بلور مادر با تک مارک سرخ مرد نشان شد کردیم. شما ببینید سه نفر تنها در معقب لنز کامره، دو نفر اندهی چپ، پنج تا تفنگدار طالب در امی اتاقه که یک زن پیری بیچاره را آوردن، شوهر شخص آوردن و خسرش آوردن. باز اونا اعتراف ای را میکنن که جرم جنایت همه گناه را تقصیر بر امو بانو مندازن. امو بانویی که گوینده است، امو بانویی که تحصیل یافته است و امو بانویی که تفکر زد چند تا طالب جانور صفت میخواستن عزت و شرفش صدمه وارد بکنن، ترجیح داد مرگ را و هیچ قدر باز نکرد که دست خود بلند بگیره و در دستایش طالب دستبند بزنه. بنان واقعا این دختر شهکاری کرده. امروز اگر هموطنهای ما در برابر این جنایت سکوت بکنن واقعا کار غیر فروتن صاحب اصلا نت خودت مشکل داره نمیدونم. استاد شیوای بزرگوار سمت شما صدا نیست، تصویر تا نیست میستا؟ صدای مرا غوری صاحب دارین؟ خب استاد شیوای گرامی با برادر خودت تو مشکل داری فروتن صاحب؟ شما حرف بزنی استاد شیوا، شما صدای خودت قطع وصل میشه. من از این ریپورت به او خاطر نمیدونم. یعنی به این شکل چند پیش یک یوتیوبر دیگر در کابل، همونطور بیرحمانه نمیدارم نامش، فراموشم شده می لحظه، یک یوتیوبر بانوی اورا سادات بیرحمانه کشتن، اما گفتن که خوارخاندهش مرگ موش داد در غذا برش. اینا تا که میتونن اینمی پستی، رزالت، اینمی دروغگویی، فریبکاری، اینمی جزی از میراث پدرهای دروغگوی و قرآنخور و وطن فروش از ایناست. اینا در خونشان اصلا اینمی دروغگویی، در فطرتشان اینمی به یک نام دیگه، اینا چه بگه؟ نوچه بیا یک چال افغانی بزنیم به نام بانی، چال افغانی به نام دسیسه افغانی. اینا یک قوم قرآنخور، یک مردم قرآنخور هستند. یعنی ببینین امروز به شکل او قتل 7 تن شیعه دیگه مسلمان ما و شما در هرات و روز کشته شد با گونه بسیار وحشتناک. ترورهای مرموز در درون کشور جریان داره، از بی‌غذایی مردم. ما امروز یک ویدیو را نشر کردم، از بی‌غذایی یک آدم لباسای خانه خود از زن و بچه خود گرفته میبره در پشت بایسکل خود مانده طرف شهر در فروش،
و یوتیوبر میگه که کجا میبری ای چی است؟ میگه ای من سر چوب میرم لباسای خانواده ایم است میفروشم که نان بخرم اولادایم گشنه است. ما امروز مردم ما نان میخواید، شکمش گرسنه است، کار وجود نداره. اینا میگن که اینا ما سرک و سر چینایی ها مفت قیر میکنیم براتون، شما خوش باشید ما سرک ها را قیر. مردم موتر 2000 نداره که در سرک ها بدوانه. مردم نان میخواید، مردم کار میخواید، مردم مسئولیت جانی میخواید. امروز هیچ چیز در امن نیست، هیچ چیز در اختیار مردم نیست. دورای حفیظ الله امینی وری که در رادیو بی بی سی را در خانه میشنیدی صوبکی و بسته کده میبردنش، اونمو رقم در درون خانه در سر دیوارا خودم میپرتم چبانه، مردم ها را میکشن میبرن اون در دشت شادیان در جرا کشته میپرتم. قطعا مسئولیت وجود نداره. از روی چی اصلا اینا باز میگن که افغانستان گل و گلزار است و چهار تا یوتیوبر تنفروش و ایمان فروش که در اختیار طالباست به شمول اونمو بچه که پدر لعنت که در ایمی نام داره چی نام داره؟ اونمو آدم نامش جایی که یقب میشه او میره اول گزارش در نفع طالبو تهیه میکنه. یعنی ای یوتیوبرها ای سگای تیک تاکیشان که در تیک تاک در نفع از اینا چک چک میکنه و در نفع از اینا زنده باد امارت و چی میگن و در بدل مزد و ماش، همگی از اینا فردا روز جواب دادنیستن، چه در معذر مردم چه در معذر خدا. همگی از اینا گردن خدا بسته میکنن در بدل یک مزد و در بدل یک چی آفرین و شاباز. اما امروز از حقیقتاتشون پوشی میکنن. او زن بیچاره دو دخترش یتیم مان، خدا به خاطر حفظ عفت خودش از منزل چهار قلاچ کرد، اما اینا او را خبرش را تیر میکنن که این آدم مادرش را میگن بگو که سیمیان داشت خودکشی میکرد و شوهرش را میگن بگو که من شراب خورده بودم این آدم خود قلاچ کرد من متوجه نشدم. این دروغای شاخدار، این دروغای بی منطقی، دروغایی که هیچ اصلا هیچ چلن نداره. ما خود نسل باسواد هستیم و نسل بیسواد هم این گپه قبول نه، هیچ منطق زنده قبول نمیکنه این گپه که یک آدم در شرایط طالبانی خودش دستگیر هم شده باشه در یک جرم و بگویه که من شرابم خورده بودم. این خوازی است که طالب برش گفته که اینی تو بگو. اما او کسایی که در پایان حتی لایف ما وقتی که در نفع طالب لابی میکنه و علی ما امی کوچکترین حرف را میزنه، در حقیقت اونا آدم های بیوجدانی هستند که امارت افغانی شیطانی طالبانی اینا مسکمالی میکنن. بگذار این که رقم جفا و چی را که میکنن بکنن، لکن ما اصلشان رو به اختتام است انشاءالله. حالا مشنایم از دیگه دوستا. فروتن صاحب، وایدی صاحب، شما صحبت کنین. فروتن ریپورت آقای وایدی دیگر میشه بعدای ما آقای پامیت کس نمیتونم سب حرف زد از در مورد شهادت بانو حسنا سادات. درود و سلام فروتن گرامی استاد شیوای عزیز. دقیقا فروتن گرامی که یک حادثه بسیار دلخراش، یک حادثه بسیار بدی بود که رخ داد. من تا جایی که به اصطلاح قضیه را دنبال کردم، قضیه را چیز کردم، از دیر زمان در رابطه با امو برنامه که داشتن، بخصوص امو پوسته امنیتی که در نزدیکی بلاک با محافظت از بلاک گپا بودک، این کارم اونا در پلان و برنامهش بوده که به اصطلاح در خانه از این بانو یکی از شبها به اصطلاح پلان برنامه داشتن که
داخل شوند و امو تجاوز جنسی خود انجام بتن. تا جایی از قرائن معلوم میشد که یکی از دوستا هم برای ما در واتساپ همین موضوع را گفت که اینا از دیر زمان برنامه داشتن که این گناه ای کار را بکنن و اونمو بود که به اصطلاح موقع پیدا کردن و اطلاع حاصل کردن که گویا در داخل خانه ازی رقص است و پایکوبی است و مچ موسیقی است و چطور و چنان که باز امسایش یکی از امسایش از مردم المن بوده و اونا به اصطلاح اطلاع میتن برای امی گروه و امی پوستی طالبا گناه ساتای یک و نیم دو بجه شب میاین در دروازه ازی را میزنن و بالاخره دروازه که باز نمیشه باز دروازه را میشکنن و داخل دروازه میشن. وقتی که داخل دروازه میشن خو از نظر قانون اونجا خو قانون هم وجود نداره. وقتی که تو پشت یک در میری در میزنی کسی برای خود باز نمیکنه خو اونجا کدام مواد انفلاقی و مواد انفجاری و کدام موضوع دیگه خو نیست که تو به اصطلاح یک در یک شهروند به اصطلاح درش میزنی میشکنی و به زور داخل خانهش میشی. آیا چی اطلاعی داشتی؟ در حالی که او بانو خودش یک بانوی به اصطلاح ژورنالیست خبرنگار و یک هنرپیشه به اصطلاح سینما که همه مردم همه به اصطلاح شهروندان شهر کابل او را میشناختن که یک بانوی بسیار مشهور بود یک بانوی بسیار خوب بود دیگه او خود کدام کسی نبود که کدام انتحاری را در خانه جا داده باشه یا کدام برنامه بم و بمگذاری و موضوع دیگری داشته باشه. این گونه گپ نبود و یک حرف دیگه هیچ حقل باور نمیکنه هیچ منطقی موضوع را باور نمیکنه که گویا از زمان اشرف غنی در داخل خانه از این بانو به اصطلاح شرابی وجود داشته بوتل شرابی بوده از زمان اشرف غنی ایره کدام عقل قبول میکنم و جبرن این موضوع را به اصطلاح در خور مادر از بانو میتن و در خور شوهرش برش میگن که این گونه در دم کمره که یک یوتیوبر با تو مصاحبه میکنه این گونه باید استدلالت باشه این گونه گپت باشه و ای حال گفتن که یک کس را گرفتار کردن و قرار گفته های خود شوهرش که پسر مامای امو بانو به اصطلاح امو شب میمان بوده کو باز فرار کرده رفته. خب فرار کرده رفته کجا فرار کرده رفته؟ وقتی که شما دروازه را میزنین مشکنین داخل خانه میشین او نفر شما چرا پیدا نمیکنین چرا نمیگیرین کجاست دست شما فرار میکنه میره؟ این یک سلسله جنایت آشکار و واضح است که به اصطلاح اینا انجام دادن اونم تو بانو او را سادات که به اصطلاح به شهادت رساندن و بالاخره یک تومت بستن برش تا امروز خاموش شد موضوعش و اینم تو چندین بانوهای دیگر ایره بیاد داشته باشین فروتن عزیز اگر وضعیت این گونه جریان داشته باشه و این گونه دوام پیدا کنه بسیار جنایات دیگی است که به اصطلاح اینا انجام میتن و در صدد انجام دادنش هستن. تشکر وایدیس. واقعیت همی است در داخل گوشه گوشه قریه و قصبه افغانستان یک کتله زیر نام طالب امروز واقعا با ناموس مردم بازی دارن. هزاران زن قربانی رفتار جنسی و پس فطرتی بی‌حرمتی ناموسی طالب ها قرار گرفتن که یکی از او امی حسنا سادات است و اینا تلاششان امی بود که امو غریزه چتل خود را مرفوع بسازن که ایشان تن به ذلت نداد خود پایین انداخت و الان آمدن داستان سازی میکنن. دوستایی که پایین برنامه هستین ببینین ما همی گوشیم داغ آمده. ما امیم شب خب کدام حرفی بدی نیست و کدام برنامه هم نیست که ما کس را نقد بکنیم در رابطه با شهادت یک بانوی بیچاره که در زندان خانگی طالب بسر می برد آمده معرف می زنیم ولی بدبختانه به حد ریپورت زیاد است که اتا نمیشه افهام و تفهیمی درست صورت بگیره. من صدای دوستارم نداشتم از آقای استاد شوا کیویدی را تا به می چند لحظه پیش صدایشان نبود. استاد شوا بزرگوار چرا یک تعداد در اروپا همین لحظه که ما شما را ریپورت می زنن اینا در اروپا هستن در افغانستان نیستن
تلاش چون اینمی است که جنایتی که در افغانستان اگر صورت میگیره از آدرس طالب رویش سرپوش بگذارن مردم نفهمه و دریچه هایی که در برابر از اینا حرف میزنن ریپورت میکنن. فروتن صاحب بمی میگن امی حالا ببین یک مرکب اگر در کعبه ببری هم مرکب است، اگر در کلیسا هم ببری مرکب است، اگر در مسجد هم ببری مرکب است. مرکب مرکب است. اونمو طالبی که از افغانستان آمده اروپا دمی برنامه های انتقال و تخلیه، هم اگیشان ریش شانه کل کده در تیاره 20 تا 30 تا 40 تا هزیار بزور سر امو ارگانایی که انتقال میداد تعمیل میکد که اینی نفرهای ما را باید ببری. اونمو نفرها آمده، اونمو نفرها در اروپا امروز با تیک تاک آشنایی پیدا کردن، هم اگیشان در پای لایفا میآیند و هیچ اصلا این مثلا مطرح نیست پیشش که او را سادات یک دختر مسلمان بود، هموطن ما بود، یا ناموس یک هموطن ما بود، یا عزت و حرمت بین مردم داشت. هیچ ای گپا برش مهم نیست، فقط اینمی مهم است که دروغ اونمو امارت افغانی شیطانی برای از یاخ مثل خط قرآن است. چون اینا نسل افغان هستن، افغان در هر جایی که بره افغان است. گفتم پیشتر مثال دادم که در کعبه ببری هم مرکب مرکب است، در مسجد ببری هم افغان هست، در اروپا باشه هم افغان است، در افغانستان باشه هم افغان است. و بر از اینا غیر از افغانوالی، غیر از منافع قومیشان، دروغ قوم از اینا برای خود از اینا مانند خط قرآن، مانند حدیث پیامبر است. اما راست دیگرها فقط برای از اینا سوزن وری در جانشان میخوره و اینا در برابر اینمی راست من و تو حساسیت نشان میتن و یک رقم وحشت میگیرشان، دشنام میتن، هر آنچه که از رخشان میآید میکنن و ما و تو از اینا گله هم نداشته باشیم. ببین فروتن گرامی، امروز در او روز برای من یک چند نفر از دوستایم از ولایت بلخ زنگ زده بود، یک قصه هست براتون میگم. زنگ زده بود گفت که سه چهار نفر بچه‌ای که من میشناختمشان پشتو زبان هستن، ششته بودن با هم، گفتن استاد چوا یک تعداد کسا از خود عنوانی ما در تلفن عریضه پیش کردن که نه شیوا صاحب رفیقایتان بود، دیدین که اینا سایکو اینا ای آدم افغانا را چی میگه در فیسبوک در تیک تاک. من گفتم چی گفتن؟ گفت کدامش بگوی مر کدامش که از تلفنش پلی میکنه یک گپ تو را علی افغانا. من گفتم در آدرس شخص شما امی اشخاصی که امینجا هستین نام گرفته خود چیز نگفتیم. یک بار خنده کرد گفت که او خدا خوارت نکنه، حال در آدرس ما اگر نام گرفته نگفتی خو افغان گفتی، کل ما افغان هستیم دیگه، ما خو افغان ها پشتو زبان ها، کل ما افغان هستیم، افغان ها که گفتی کل ما را گفتی. گفتم ببین من اینه میرم میخواستم از زبانتان بشنوم، وقتی که در آدرس خودتان یک کلمه در حد عرف عملی فیزیکی رم نه، در حد عرف توهین و تحقیر تعمل ندارین. یک کلمه حرف در آدرستان یک آدم بگویه، زن و مردتان یک دفعه جندی میشین میگین که حالا ایره در کجاست که ترور کنیم، در کجاست که باید کده کارت بزنیم و در کجاست که چی میتونیم در حقش بکنیم که ای در آدرس افغانی تو گپ زده. اما خودتان در آدرس او خانه هایی گفتم تاجیکی که در پنشیر، در بغلان، اندراب، در خوست، در خوست و فرنگ، در اینجا در ناموس مردم تاجیک ما دست درازی میکنین، آیا ما اینقدر بی‌وجدان و بی‌غیرت هستم که خاموش میمانم؟ ما او تاجیک خانوادهش از خانواده خودم کم میدانم، او دختر تاجیک خواهر من نمیشه که در حقشی دست درازی میشه. شما در حد عرف تعمل ندارین که یک آدم بگویه که شما حضرت جناب در سر چشمتان ابروست، در آدرس افغان. یعنی تو گفتی افغان کی؟ افغان کدام مدد؟ افغان یعنی چی؟ د
دادرس افغان تو یعنی تو گفتی خود افغان در خانه مردم قوم دیگه تاجیک و ازبک و هزاره در تجاوز و بیناموسی کنه مردم از او را حساب نمیکنه او میگه نه خیره شما در جمع آدم نمیرید ما هر کاری که کردیم اما دادرس ما استاد شیوای بزرگوار یک آدیش در زمان مجاهد که قانون را پایین انداخته بار بار در احترام کشن که در نظام شما زن از بلاکا خود پایین انداخت حالا هم میرن پایین مندازن هم تجاوز میکنن هم جنایت میکنن و هم میاین تلاش از این را میکنن که مردم در مورد نبی حرف نزنه اینه ای خیلی خطرناک است گفتم فروتن امروز ما تاجیکا باید دوست و دشمن خود خوب شناخته باشیم مردمی که در ناموست بند نیست در عزت و آبرویت بند نیست در خدا بند نیست در قرآن و پیامبر بند نیست در هیچ چیز بند نیست تمام اینمی خدا پیغمبر قرآن حدیث هم مگی اسلام هم مگیش جنس دکانداری زبان از ایناست فقط فروخته اینا پیش میرن اما خودشان یک مردم لواطتکار یک مردم چپاولگر یک مردم دزد یک مردم دروغگوی یک مردم تومتگر یک مردم فریبکار کلاگزار یک مردم بی‌ناموس که در ناموس هیچ هموطن خود بند نیست ما باید بشناسیم طرف خدا ما باید تمام مردم ما را یعنی ذهنیت را بدیم سپاس متاسفانه صدا را من قطع قطع مشنام گاناگای لایف ما مشکل داره به هر صورت و ایدیس به شما مشنویم درود مجدد آقای و ایدیس صدا را دارین بفرمایید ولی من صدایتان را دارم درود مجدد وعلیکم دقیقا که اینمی به اصطلاح وضعیت به اصطلاح در او سرزمین تا زمانی که گروه اقامت داشته باشه تا زمانی که گروه باشه اینمی وضعیت جریان داره و یک وضعیت بسیار رقتبار است و یک چیز دیگر به اصطلاح اینا فراموش کردن که گویا همی گروه هایی که همی نیروهایی که در مقابل از اینا قد علم کرده جبهاتی که روز به روز ایجاد شده رویست و اینی جنایات از یا اینی وضعیت از یا به اصطلاح امو صبر مردم لبریز یک روز خواهد کرد و دیگه ای کاش که امو مردم یک شور بخوره حداقل امو مردم خود شهر کابل که در حدود تقریبا امیال 4 تا 5 میلیون مردم در اون شهر زندگی میکنن حداقل یک 10,000 نفر بلند شوه یک چیز کنن به اصطلاح یک مظاهره کنن تظاهرات را برا بیندازن حداقل اینا یک 4 نفر را میگیرن یا یک نفر را به اصطلاح چیز میکنن اعدام میکنن یا حداقل هم قضیه معلوم میشه و این کار نیست این کار اصلا در وجود از اونا وجود ندارد و وضعیت اینا شکل بار آوردن در او کشور در او سرزمین در او شهرها که مردم صدای خود کشیده نمیتونن عین شکل این وضعیت در زمان ترکی و امین بسیار به شکل شدادانش جریان داشت که من بسیار خرد بچه بودم حتی فکر میکنم که صنف اول مکتب بودم من همه خود بیادم میایه صنف اول یا صنف دوی مکتب بودم که اینا آمدن در مکاتبه داخل شدن به اصطلاح امو انقلاب که صورت گرفت بسیار یک وضعیت وحشتناک بود شبانه داخل خانه مردم می شدن کسی را به نام ارباب می بردن کسی را به نام تاویلدار می بردن کسی را به نام معلم می بردن کسی را به نام تحصیل کرده می بردن کسی را به نام ملا می بردن از خانه هایشان می کشیدن می بردن دیگه سربنیست بود که اونم به مو شکل به اصطلاح کاکای مرا بردن مامای ما بردن آمدن شب از خانهشان و شهید ساختنشان اینی وضعیت بود که به چشم سر ما داهو زمان که من طفل بودم که حال بیاد دارم و این تکرار و تکرارن به اصطلاح اینا از امو کارکردهای بابایشان کارکردهای به اصطلاح رئیسای جمهورشان که این گناه اونا برکی قدرت آمدن نظام گرفتن قدرت گرفتن
ظلم و جبر و استبداد به اصطلاح برا انداختن، اینا آموختن از بابایشان، از حکومت های پیشینشان، اینا مطابق اونمو برنامه ها اونمو پروگرام هایی که به اصطلاح حکومت های پیشین، بابای پیشینشان، رئیس های جمهور پیشینشان داشت، اینا میاین دستور العمل از امونا برشان مانده که اینا به می شیوه پیش میرن، دیگر راه ندارن، اینا کدام راه مردمی را به اصطلاح به پیش نمیگیرن، اینا از آرای مردم میفهمند که ما در این جغرافیا به اصطلاح از آرای مردم هیچ گونه حکومت یا موقف آورده نمیتونیم، که در 20 سال جمهوریت نیمبند تقلبی هم ثابت شد که اینا انتخابات شروع شد، صندوق بانده شد و رأیشان هم ثابت بود که چگونه رأی میگرفتن از مردم و چی تزویر و چی به اصطلاح بدبختی و دزدی و به اصطلاح چیز اینا رأی میگرفتن و چی وضعیت وحشتناک که حتی کلکای مردم اینا بریدن. روی هم رفته یک نکته را باید بدانن، یک نکته را باید بدانند که اینمی مردم جغرافیای افغانستان از هر قومی که اونجا زیست داره به یک نکته و به یک آگاهی رسیدن که اگر شما بامی وحشت و دهشت و به اصطلاح زن ستیزی و فرهنگ ستیزی و تمدن ستیزی تان این گونه ادامه بتین و برین یک چهار تا سرک و جاده و به اصطلاح تونل آباد کنین، به این چیزا شما مردم فریب دادن نمیتونین. یک روز به اصطلاح نظامتان سرنگون بشه، این وضعیتتان، این جریانتان سرنگون بشه، شما نیست و نابود میشین و شایدم این آخرین بازی شما در اون جغرافیا باشه. این به یاد داشته باشین، این پیامم برای مو رهبرا و برای بزرگای از این گروه هسته. شنونده هستم سلطانی صاحب، خوش آمد. سلامت آقای وحیدی بزرگوار، درود خدمت سلطانی. آقای سلطانی بزرگوار، موضوع برنامه را خدا کنه گرفته باشین در مورد بی‌ناموسی طالب که هر لحظه بالای ناموس و عزت و شرف مردم افغانستان دست درازی میکنه و بانو حسن سادات را میرن نصف شب در منزلش را میکوبن و تلاشی را میداشته باشن که ایشان را دستبند بزنن مطابق خواستشان یا هر عمل که دلشان است انجام بتن. این بانوی با عفت خود را از منزل 4 بلاک های سلیم کاروان در کابل به پایین پرتاب میکنه و این باعث شهادتشان میشه. دیدگاه نظرتان در این ارتباط و این که مصاحبه شوهرش هم حتما شما گرفتین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و سلام خدمت خودت مسیح همیشه، استاد شیوای عزیز، جناب وحیدی صاحب، بازم من یک دفعه دیگر سپاسگزار هستم که همیشه آمده و حاضر و با صلابت خاص در برابر گروپ نیابتی استاد میشی و بیدارگری میکنی. بازم من قرضدار مبارزات هستم که سپاسگزار هستم خود دوستا و عزیزایی که همیشه نسل افغانستانی ها را بیدار میسازین که متوجه شوه. استاد میشین نگو، استاد میشین بگو جانم. استاد میشین نگو، استاد میشین بگو. استاد میشین، معذرت. همی که مبارزه میکنین در برابر این گروه نیابتی امو تو صدایتان رسا هست، این قابل سپاسگزاری است. میایم سر موضوع بحث شما، چی یک موضوع بسیار جالب هست. ما در طول 2 سال و چند ماه طالب نشناختیم. ما طالب در طول 27 سال که ظهور کرد شناختیم که این طالب کی است، برای مردم افغانستان چی میخواد، چی باید بکنیم در برابر ازی. وقتی که ما به این مسیر باوربند هستیم که کسانی که خون خود ریختن مبارزه کردن، یک وجب عقب نشینی نکردن در برابر گروه نیابتی، باید یک درس بسیار بزرگی را گرفته باشیم. چی در طول 20 سال که از مردم ما قربانی گرفت و در این 2 سال و چند ماه، ما در گذشتم در قسمت لایف های فیسبوک بود در یک جایی گفتم که جنایت زیاد را طالبا در طول 2 سال و چند ماه کردن، بسیار بی‌ناموسی کردن، بسیار دسترازی کردن، بسیار دنکجی کردن، بسیار کم حرمتی کردن برای مردم افغانستان، مخصوصا برای تاجیکایی که بیدار بودن، نسل جوان، چه دختر چه آقا چه خانم که در کابل در برابر از اینا لاغل استاد شدن، گپ بری گفتن داشتن در طول 20 سال، اینا را آمدن خانواده بایزت بیزت ساختن.
شما یک بخش جنایت طالب میبینین. مردم افغانستان بسیار در قسمت ناموس بسیار جدی هستند. بسیار موضوعی را که ما خبر داریم میفهمیم که در ولایت هایی را نام نمیگیریم که چی اتفاقات افتاده، مردم جرأت نکده بیار در رسانه بکشه بگن. بسیار جناحت کردن به خاطر مردم اینمی جنایت ها را نک بخششن نمیا برملا بساده، به خاطر گپ قومی و سمتی و زبانی و خانواده و فامیلی سخت از برشان. اما یک بخشش شما میبینید که مردم ها هم تو میان که دستی گروپ نیابتی، دستی گروپ های جنایتکار به دستشان نرسه، بالاخره میان خود در بالا در چند طبق پایین میندازه. ما تسلیت میگیم برشان، دیگه هم وطن ماست، وظیفه بود که قبل از سلام علیکم تسلیت بگم. این جنایت طالب است، چی باید بکنیم؟ ما میگیم که در طول 8 سال در رابطه با طالب گفتیم، در طول 20 سال گفتیم، در طول 27 سال ظهورش میفهمیدیم. حال چهری اصلی خود هم طالب و هم طالبای نیکتایدار در بیرون برای ما شما مشخص کرده. حال پیام ما برای کسایی است که وقتی که شما دم از ناموس میزنین، دم از آزادی میزنین، جهاد میزنین، مقاومت میزنین، دولت همه شمول میزنین، مذاکره میزنین، در برابر این بی‌ناموسی دیدگاه شما چی است؟ باید شما متحد شوین، باید صدای مردم ما را بشنوین، باید در برابر از اینا قیام کنین. مهمتر از ناموس دیگه چیزی نیست در یک انسان. مهمتر از سرزمین، مادر دیگه چیزی نیست. مادر خود زیر پای یا کدن. حالی به ناموس ما دندکجی میکنن، دسترازی میکنن. هنوز ما ششتیم که راکار ما در وینی است، راکار ما در مسکوی است، راکار ما در استانبولی است، راکار ما در اصلا این گپا را باید بسپاریم اون طرف. باید یک قیام سرتاسری چی در بیرون چی در داخل در برابر از اینا صورت بگیره. کسایی را که ما میگیم ما این توانایی را از اونا میبینیم، اونا باید مردم خود را درک کنن. اگه بشینیم هر روز محکوم کنیم مثل که سابق اینا انتحار انفجار میکردن در کابل، تسلیت تسلیت تسلیت، اصلا نیاز از بس تسلیت گفتیم خسته شدیم. حالی باید کمر خود را بسته کنیم در برابر از اینا استاد شویم. باور بکن که 1% جنایت زیر شما میبینین. کسی در شهر کابل در افغانستان جرأت نمیکنه موبایل تصویری صوتی در دست خود داشته باشه، یعنی یک نوکیا به دست خود داشته باشه. اگه جنایت طالب شما ببینین، اگه مردم بحثی ناموسی یا بحثی اینو فامیلی نباشه، خیلی یا بیاد در رسانه ها حرف بزنه، باور بکن که ما دیگه اصلا ماهایی که شعار از این میتیم که از ناموس دفاع میکنیم، به خدا قسم قابل قبول بر ما نیست. این ننگ تاریخ است. این ننگ تاریخ اگر به خدا اگر دیگه یک دفعه دیگه تکرار شوه، قابل نابخشیدنی هستیم. و این سران مقاومت، سران جهاد، سران دولت همشمول و سران کسایی که در بیرون هستند در این قسمت میتونن یک کار بکنن، دست و کار شون. هدف ما، نظر ما همی است. به متن کلان سپاس سلطانی سی بزرگوار، به شما برمیگردیم. ولی دوستان عزیز یک چیز را به یاد داشته باشین، هدف از این برنامه بیدارسازی از ها نامه است. هدف از این برنامه این نیست که خدای نخواسته ما چند نفر بیاییم به خاطر دیده شویم بیاییم یه حرفا را بگوییم. بانو حسنا سادات تعلق به قوم محترم سادات میگیره، هورا سادات تعلق به قوم محترم سادات میگیره. این دو بانویی که در کابل است، وقتی بالایشان اتفاق میفته مسئله رسانه‌ای میشه، هموطنا آگاهی پیدا میکنن. در سر تا سر افغانستان مطمئن باشین ایتو قریجات و قصباتی است که اصلا جنایت طالب هم ورق نخورده و اعضای فامیل طالب هم رفت، اعضای فامیل قربانی را فشار آورده و عاجل جسد را هم دفن کردن، فقط خواباندن. هیچ کس هیچ جا چیز را نمیفهمه. طالبی که سالها ذلت مقعدی را در پاکستان تجربه کردن، امروز این کتله یک کتله عقده‌ای و او هم زبون و ذلیلی که معتاد به فعل لوات است داخل افغانستان میآید، باز در برابر ناموس و عزت و شرف مردم افغانستان چشم جنسی می داشته باشه و این عامل باعث بربادی و تباهی وطن است. یعنی ای را مطمئن باشین، خط سرخ همه مردم افغانستان ناموس است. وقتی طالب این کتله بی ناموس چشمش به ناموس مردم است، ای را مطمئن باشین که سرنوشتشان دشت لیلی است. بسیار زود شما همو طالب های با وجدان و با شرف غیر از اوغان را شاهد می باشین که شمشیرش در گلون ای کتله طالب های قبایلی بادنشین و یابو صفتی که در شمال افغانستان به خاطر عقده گشایی تباریشان رفتن، در برابر از اینا قد علم خواد کرد و اینا را قلع و قمع خواد ساخت.
ایره مطمئن باشین که گپ اتفاق میفته و این گپ اتفاق افتیدنی است. استاد شوای بزرگوار از شما میشنویم بعد از آقای وحیدی. فروتن گرامی، عرض سلام دارم برای سلطانی صاحب عزیز. دیگر ما باید یک موضوع را قبل از همه یادآور شوم که ببینین قهرمان ملی ما شما چی درسته و جانانه زمان بود، چی بو مسلم عصر بود، چی اصلا اسفندیار روزگار خود بود. اینمی جریانی را که امروز ما شما رویش بحث داریم و دردش را حس میکنیم، درد هم تبارا و هم زبانا و هم وطنای ما را، اونمو آدم اینمی بلایی را که سر اینمی مردم ما آمدنی بود او جلوگیری کرده بود. در اونمو دوره اینمی اصلا حکومت طالبا که کابل هم گرفت، مزار هم گرفت، اینا در حد نرسیده بودن که جغرافیای احمد شاه مسعود کاملا تسخیر کنن و هر آنچه که دلشان خواست باز بکنن. این برنامه بعدیشان بود که اینمی طور بیناموسی را در بعد از گرفتن که در منطقه حاکم شدیم شروع میکنیم. یعنی وقتی که دیدن که احمد شاه مسعود نتونستن عصف کنه و جبهش نابود کنه، اصلا دست در او اعمالشان نرسانده، همگی از اینا را به شکل همه تو گفته مردم گسترده از بین برد. هر باری که در هر ولایتی که مثلا تا دان دره پنشیر سقوط میکرد، یک دفعه میدیدی که از زیر میدان بگرام نفرای احمد شاه مسعود برآمد کمر برزد. دیرمی مسیر رای شمالی او تا دان دره چیزی طالبی که بود کلش تلف میشد. یک بار میدیدی که از زیر کوتل خواب تا طرف اندراب این طالب رسیده، تا زیر کوتل خواب از اندراب بالاتر یک دفعه سقوط میکرد. یا از سمت تخار همتو کندوز زنده یک بار سقوط میکرد، تخار کلش در دست احمد شاه مسعود میغلطید و آنچه که طالب بود همه گیش کشته میشد و هر روز اینا کاروانهای بسته مرده های خودشون جنوب میبردن. یعنی احمد شاه مسعود شهید یک قدر حائز اهمیت بود برای ما که هیچ گاهی اصلا نماند که دست طالب در ناموس قومش برسه. بسیار مردانه دفاع کرد، بسیار جانانه، اصلا دم اینمی سیل وحشتناک افغانوالی را او آدم گرفت، سرد شد در سر رایشان. و امروز ما میبینیم قسمی که دوستا گفت پیشتر در کشور ما اصلا نمی خیزش مجاهدین ما، خیزش حتی امیر حبیب‌الله کلکانی شهید سر چی بود؟ دو مسئله مطرح بود، میگفتن امان الله بیدین شده، ناموس تا نه در فرانسه، در فرانسه و آلمان اینجا در کورس در بورسیه روان میکرد، امان الله گفته بود، و انگلیس روان میکرد، گفته بود ناموس تا نه، همو لارنس به نام پیر کرمشاه که خود در پل خشتی جا زده بود ملا امامت کرد تقریبا 13-14 سال، همو آدم مردم از ذهنیت داد، گفت که ناموس تا نه به نام بورسیه اینا میبرن در کشورهای کفری. از همونجا بود که خیزش علی از و موضوع دین که امان الله بیدین شده. یعنی تمام خیزش مردم سقوط رژیم امانیه را عاملش اینمی بود که از همون جنوب مردم بخیزه علی امان الله قیام شروع کنن تا امان الله سردگون شده. و بعد از او در دور مجاهدین همی که استاد نیازی بزرگ، استاد توانای شهید، استاد ربانی شهید، هر کدامشان به نوبه خود که خیستن برای دفاع از ناموسشان در برابر تجاوز روسا که دست روسا در ناموس ما نرسه، اینه بقدر قربانی را که مردم ما دادن به خاطر حفظ ناموس ملی. اما امروز یک گروه بی ناموس می آید در ناموس مردم ما دست درازی میکنه. وقتی که ناموس هموطنت، ناموس مسلمان، ناموس یک همشهری در همکشوری برای دهمیت نداشت، بی ناموس هستی، بی ناموس شاخ و دم نداره. وقتی که ما بار بار میگیم گروه بی ناموس طالب، این یک دروغ نیست،
ببینین هزارها هزار تجاوز جنسی امیال در سراسر کشور صورت میگیره، از فاریاب و ایرات و جنوب قندار قوم اچکزای میفهمی ناموس قوم اچکزای لیلام کردن، در هر خانه اچکزایی ها بنام ازی که تو از تبار از قوم جنرال رازق شهید هستی در آمده تا طفلای 10 ساله و 8 ساله را هم تجاوز جنسی کردن. امروز اینا به ناموسترین مردم هستن که در ناموس هموطنهایشان بند نیست. اونمو تعدادی که در پایان لایف ما میاین از طالب حمایت میکنن، اینا هم به ناموس هستن که از یک گروه به ناموس حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن و به این شکل اونمو تیک تاکرهایشان هم که هر کدامشان میاید در تیک تاک میگه زنده باد امارت، هم مگیشان نه ناموس دارن نه غیرت دارن نه ننگ و عزت و هر کدامشان از جمع اینمی مردم هستند. و امروز نیاز است که ما از طریق اینمی رسانه های دیداری و شنیداری، از طریق همین لایف های همگانی، برنامه های زنده مردم ما را آگاهی بتیم، ذهنیت دینمی بتیم که آگاه شوند که طالب گروه چی است و طالب به ناموس که دستش در ناموس مردم دراز میشه اصلا کدام تعداد مردم است. اونمو اولاده های بینکا و اولاده های بازمانده خلقی ها و پرچمی ها که هر کدامشان در مدارس پاکستان در یتیم خانه ها بزرگ شدن و امروز آمدن تفنگ گرفتن، نه انسانیت برشان مطرح است، نه ارزش خون انسان مطرح است، کرایی اصلا موضوع شهروندی این گپا خوص و با نیچ اصلا پیششان چی نیست و ضمن ناموس مردم برشان اهمیت نداره. موی سفیدایشان فکر که اینا قدر بی منطق مردم هستن، موی سفیدایشان ویدیوهایشان برامده میگه تو چی آرزو داری؟ میگه ما آرزو دارم در جنگ پنجشیر برم و نمجا یک زن مقبول بگیرم. یعنی که تا اینی حد اینا مردم بی ناموس هست. برماست تا هم مگی مردم ما را آگاهی بتیم و علیه بی تبار بی ناموس و ای گروه بی ناموس بیستن. یعنی که ما مردم بی غیرت نیستیم، هیچ گاه ما اصلا جرم ناموسی را بخشش نمی کنیم قطعا و می گیریم هم کفت شد. من بشنم از شما. صدایت وجود ندارد، صدا نیست فروتن عزیز. با پوزش ویدی سید من مایکم بسته بود، یک صدا را من در حال آماده کردن از سوم، اگر نام و شهرتش دقیق شوه بر علاوه که صدایش را میگذارم، در مورد از او هم یک حرفی دارم. از شما بشنویم آقای ویدی سید. درود مجدد فروتن گرامی. شما تصور کنید که از روز آمدن از اینا که در 2021 اگست 2021 اینا آمدن کشور ما را افغانستان را تسخیر کردن، شما تصور کنین که همی آیس های پاکستان که به اصطلاح در عقب از این گروه قرار داره و همه صلاحیت و برنامه های کاری به دست آیس های پاکستان و حکومت پاکستان است، سه چیز همی گروه آیس های، سه چیز سازمان آیس های به اصطلاح بالای از اینا به اصلاح چیز کرد، من ساخت. یکی موضوع مکتب اوناسیه دخترها بود که از صنف 6 تا 12 ایره من ساخت که بند باشه، و یکی موضوع از بین بردن زبان فارسی در مقابل در تقابل گرفتن زبان فارسی که حذف کرد از لوه ها و از تمام جغرافیا از ولایت افغانستان، ای دو. و موضوع سوم قانون حساسی یا قانونمند شدن او نظام. این سه نکته را آیسای مد نظر گرفت که این از همین سه نکته تا هر زمانی که به اصلاح بخوای از این گروه استفاده کنه، بخوای به اصلاح این گروه را به نحو بالایشان هر آنچه که میخواید او جغرافیا انجام بده،
اینمی سه نکته را به اصطلاح سرش خط بطلان کشید و قیدش کرد تا زمانی که به اصطلاح گروه اونجا هست. وقتی که برنامهشان ختم شد، پروگرامشان ختم شد، خب باز اون به اصطلاح نابود میشن یا یک شکل مردم میخیزه قیام میکنه در مقابلشان و یک نحوه به اصطلاح حکومت دیگه، یک نظام دیگه میاد جایشان رو میگیره میره بدر. و بدبختی اینجاست که اگر الیت به اصطلاح سازمان یافته که در عقب از اینا قرار داره، از قوم خودشان یا از تبار خودشان، اینا اگر مغز می داشتن، اینا اگر شهور می داشتن، کالا من نامایشان رو نمیگیرم که چند تایشان هستن که اینا را برنامه میتن و پروگرام میتن که این پروژه را جور کو، با چینایی ها قرار داد کو، تونل سالنگ جور کو، سرکار آباد کو، پروژه جور کو، برای مردم نشان بته، به خاطر بقای نظامتان، به خاطر حکومت داریتان. این چیزایی است اگر اینا شهور می داشتن، خود در قدم اول همه دل مردم را به اصطلاح به دست می آوردن، جنایات روزمره طالب و اصلاح جلوگیری میکردن که در این قرن 21 و سال به اصلاح 2023 که جزئی ترین حرکت منفی اگر تو نشان میتی چی مثبت باشه چی مثبت منفی باشه، او وایرال میشه و کل دنیا به اصلاح او را میبینه که شما اونجا برای چی پروژه آمدین، برای چی پروگرام آمدین، چی میخواین بکنین، کجا روان هستین. بنان ما دیدگاه ممیز که این گروه ماندنی نیست، این گروه ماندنی نیست، به شرط از این که مردم همت کنه، به شرط از این که مردم شهرهای به اصطلاح او سرزمین افغانستان خراسان اینا همت کنن، اینا هم بستگی خود ایجاد کنن، اینا به اصطلاح قوت بگیرن. یگانه چیزی که برای مردم ما، یگانه چیزی که برای مردم ما ارزش داشت و ارزش داره مسئله ناموسی است. وقتی که در موضوع ناموسی اینا به اصطلاح طرفه میرن، خاموش میمانن و میترسن و هراس دارن و دلهاره را به خود راه میتن، دیگه اینجا باز هیچ چیز نمیمانه، دیگه هیچ موضوعی نمیمانه، دیگه هیچ چیز نمیمانه و وضعیت این گونه که میبینیم شاید از این بدتر و بدتر و بدتر شود. سپاس و اینیسی و همین دوستایی که پایین برنامه هستین همین لایک کردن مجانی از هم وطنهای عزیز، نگذارین کمی لایف ما با مشکل مواجه شوه، یا کامنت قلبک گذاشتن مجانی است. راه اینمی است که اگر شما چند تا کامنت قلبک و گلک و یا لایک میکنین، بیننده ما 100 نفر نمیمونه، بعد میره سمت 300 400 500. امشب به حد یک لایف ظاهرا معمولی است، یک کتله بیناموس را وقتی بگویی که بیناموس هستی احساساتی میشن، طرفدارای از اونا تلاش شنه نمی است که جنایت طالب را سرپوش بگذارن. بار بار به من فروتن در صدها برنامه ما بچه هموطن اوغان که پتر خزانه افتخارش است آمده، ولی در دوران مجاهدین یک زن از بلاکه خود پایان انداخته بود و برادر آلهو خود اول مجاهدین 45 سال پیش بود، آل تازه از بلاک چار خود در سلیم کاروان کابل پایین مندازه، شوهرش هم میره 5 تا طالب با تفنگ دست داشته در اتاقش، میگه بیا مصاحبه کو، بگو زن مشروب خورده بود، ما هم مشروب استفاده کرده بودیم و دعوای ما شد، از کوکین خود پایین انداخت. یعنی چی؟ بعد ما چطور قبول بکنیم یک تعداد چقدر انسانای پس فطرت و گنده خوشباور داریم که به همین حرف اکتفا میکنن و هیچ گونه واکنش هم ندارن. درود مجدد آقای سلطانی، بفرمایین. مایک تباس کو سلطانی بزرگوار. درود مجدد خدمت خود استاد شیوه عزیز، وایدی صاحب بزرگوار، بسیار معذرت که من از لایف پریدم، دیگه کمی مشکل پیدا کرده تک تاک ما پیامات گرفتم در واتساپ، بلافاصله حاضر شدم. بسیار مهم است که و همین پیامی را که در دسترس ما قرار گرفته و همین را شریک بسازم. اگر دوستایی که در پایین لایف است ریکارد کنن، حتما نشر و پخش کنن که یک خانم به نام زرغونه ولی، دیگه مجبور هستیم که از تاجیکام هست، از برادران چپی ما شما، از بازمانده های خلقی، دیگه صدقی نامی او سرزمین شود، صدقی نامی او سرزمینی که حماسا آفرید. خب هر کس در یک جنگل میگه جنگل به شغال نمی باشه، حتما شغال هم داره و شیرها هم داره که استاد است. واضح بگو این آقای سلطانی از هر جایی که هست صدایش هم اگر داریم بگذاریم کم به نام زرغونه ولی، از برادران چپی ما شما، از بازمانده های خلقی و امین و کارمل و دکتر نجیب،
در هامبورگ زندگی میکنه، از ولایت زیبای مقاومت پنشیر هم خودم میدانه. در دوران آقای غنی، در اواخر عمر آقای غنی، خود کاندید کرده بود. بسیار باورمند به این است که حق زن در اولویت است در اروپا. 35 سال است که اینا پس از سقوط نظام جدید دست نشانده روسا در کابل، که شام یک نفر دستگیر میکرد تا خفتن بالاخره محاکمه میکرد، در پولیگون زیر خاک میکرد و او را هیچ کس فراموش نکرده. اینا هم چی مردان چی زنان در قسمت دست داشتن و اینا بعد از او اجرت میکنن. در یک تلویزیون باهار هم دارن، یک گروه خلقی ها کتزی ها هستن. در این دو سال و چند ماه بسیار دعوای از این داره که رئیس کل زنان بیرون مرزی افغانستان باشن. همین تو یک شعار هم دارن به نام زرغونه ولی. و این آدم دیروز یک پیام صوتی را بیرون داده که کاملا تمام طرح و برنامه خود ما با هیبت الله دادیم، که او طرح و برنامه ما سر میز آقای هیبت الله قرار داره و خواسته و درخواست ما را قبول کردن. برای ما خیلی جالب بود که امشب ما مجبور شدم در قسمت کمی وضاحت بدم که یک زنی که 40 سال در بیرون از کشور زندگی کرده، دعوای زیر میکنه که در امریکا میره به سال لباس های کوتاه میپوشه، عکس های خودم در فیسبوک و در بعضی گروپ ها میندازه. ما دیدیم سلطانی سه اگر تلفن دیگه داره که صدایش بگذاره، اگر نداری که من بگذارم صدایش شما بذاریم گفت من تکمیل شد. و این زن دینرود بعد از شاه در یک گروه 400 دانه سلطانی سه گوش بگی داخل افغانستان سپری میکنین و ما هم برتان تلاش داریم. پیام نیک دارم براتون، طرح را که همه ما شما یک جای با هم دیگر پذیری در کنار هم تهیه کردیم، ارسال کردیم، خوشبختانه مورد استقبال امارت قرار گرفته. امروز این طرح سر میز بلندترین پایه های حکومت امارت و ملا هیبت الله هم قرار گرفته. امروز ما پیام گرفتیم، این موفقیت بر شما که موفقیت ابتدایی است، گام اول است که ما گذاشتیم، بر شما تبریک میگم. آرزو دارم که طرح ما مورد قبول جامعه جهانی حکومت سرپرست طالبا قرار بگیره و ما یک جا شاهد برگزاری 8 مارچ روز بین المللی زنان افغانستان و یا یک کنفرانس بین المللی زنان در رابطه با بازسازی و اقتصاد افغانستان و همچنان. دوستای عزیز، این یک چتل زنه از ولایت پنشیر و یک تاجک تبار و کسی که ادای عزیز داره که دست نویست از اینا روی میز ملایبت الله دالمان هم زندگی میکنه. یعنی شما یک آدم وقتی میامد فارسی صحبت میکرد منبعد فریب عزیز را نخورین که ای والا از اندراب است یا از پنشیر است. تروریست، جنایتکار از هر تبار فعلا وجود داره. شما در مورد سکوت میکنین، سکوت کاری درست نیست. بیاین واضح بیان بکنین. ایتو نمیشه که دیگه یک آدم بگوید که والا نه اینال دیگه ما بچه های قرارگاه هستیم، شما وقتی اینی را گذاشتین کاری درست نکردین. برادر، اینی زن تروریستی است، یک زن جنایتکار است. تجاوز و پرت شدن از منزل 4 به پایین را اصلا نمیبینه. با پوزش سلطانی سه بین صحبتهایتان آمده مشنم مدرد میفهم. بسیار کار خوب کردی که صدای از دیر نشر کردی که همون صحبتهای من لاقل قابل قبول برای یک بخشی از تاجیکام، یک بخشش خیلی متعصب هستن، خیلی چشمای خود بسته میکنن، خیلی بالاخره ما مثل از قندوز یک نفر رو ببینیم که هزار کار خراب کنه بازور جرات نکنم نام قندوز بگیرم. مربوط قندوز نمیشه، مربوط شخص خودش میشه. من میگم که ننگ بر کسایی که با دامان خلقیا موفق نشدن با او آرمان شومشان در افغانستان تحقق و پذیره گریختن و آمدن در برابر تفکر آزادی که احمد شاه مسعود و صادربانی و در سراسر افغانستان این جهاد مردم افغانستان بر حق بود استاد شدن. و این زن در اروپا با دی خود تاجیک هم خطاب کنه، با آزادی بیان هم بالاخره باورمند هستن و در آمبورگ آلمان هم هست، میبینه که در اروپا چه رقم مردم زندگی میکنه، حتی خود عزیزان چه رقم زندگی میکنه در سختترین شرایط که دختر سادات خود در از بالا به خاطر ناموسش، به خاطر که دشمن کسی دستش به جانش نرسه خود پایین میندازه و شهادت میرسه. و این زنم در آمبورگ شش تا پرپره نوشته میکنه که من نماینده زنانی برون مرزی هستیم که اصلا دستنوش ما سر میز ایبت الله است. کنام ایبت الله، ایبت الله وجود نداره، شرم به تو. دختری که در کابل، در پنشیر، در قندهار در برابر چقدر ظلم و ستم میشه، تو در بیرون که بیای زنا را بسیج کنی در برابر این گروه نیابتی بالاخره دفاع کنی، برعکس از امو خلقی های شکست خورده که تو کتزو در ارتباط هستین، بیشترین خلقی ها برای طالب ها بالاخره برنامه میته. بنا به هر دلایلی که کنم قولی را برای تو داده که شاید آلمان ها فردا سفارت به ما بده تو را در کنسولگری بونی یا آمبورگ در یک جای بانیم.
این خواب است و خیال است و جنون است. خانم زرغونه ولی متوجه باش، ما درخواست ما به تمام زنان افغانستان که در اروپا و در امریکا است، درخواست ما به مو زنانی هستند که تقریبا 500 تا خانم فعال که در اون گروه این صدا را دادین بیرون، ای است که این رقم زن از پنجشیر باشه برای ما مهم نیست، از قندهار باشه مهم نیست، از هلمند باشه مهم نیست، حتی خواهر و مادر ما خانم ما باشه برای ما مهم نیست، که اینا تروریست هستند، صف تروریست ها را قوی میسازن، ذهنیت سازی میکنن. از روزی که اینی تو زنایی که دعوای ازیر میکنه که من از حقوق زن دفاع میکنم، پس حقوق زن زیر پای تمام این تروریست ها لگدمال میشه. تروریست اگه این کار را میکنه ما این توقع را نداریم، یک کسی که در بیرون شیشته. اما تمام عواملی از این گفی است که اینا خلقی های شکست خورده هستن، خلقی های شکست خورده. مهم نیست که تاجک است، ازبک است، هزاره است، در برابر این تفکر احمد شاه مسعودی و استاد ربانی و آزادی اینا باورمند نیستن، در برابر از این مبارزات غلط خود میکنن. ما باید بسیار هوشیار باشیم. بسیار گپ خوب را اشاره کردی که مهم نیست که از اندراب است، از مزار است، از تخار است، اینا را از لیست خود بکشین. در گروپ های شما تمام شما را شناسایی میکنه. سلطانی سپاس هم یک قسمت صدای ازیر هم میگذارم و وعدم ایتون برای دوستا عکسش هم در اختیارتون قرار میدیم تا درست بشناسین. من و فقر و گرسنگی مسائلی که در تر آمده، آموزش بر زنا، زندان آزادی زنان از زندان و حق احادی حقوق زن در جامعه و غیره، مسائل رکتم و تر امی شما خاندین و میدانین. اگر این تر قبول شوه، نه تنها ای گام هر زنده بر خود ما زنا هست، بر مشارکت تمام زنای افغانستان است، بر وحدت همبستگی، بلکه یک گام هرزنده است که ما فاصله هایی که بین مردا که امروز جهان مردان است، جنگا مردان است، یک فاصله نزدیک بین اپوزیسیون ایجاد میکنیم و اما یک جا بر تامین منافع مردم، منافع ملت، منافع زنان افغانستان در مجموع ما قرار میگیریم و زنان در اینجا پیشگام می باشند که این طرف فعلا سرمیز ملا هیبت الله قرار داره و حمایت در موردش جربست داره و ما در گفتمان هستیم و همین طرح ما روان میکنیم بر ملل متحد، حقوق بشر و جایی که شما لازم میبینین که ما یه کجا روان کنین، آدرس ها را به ما روان بکنین، در صفات شخصی میتونین روان بکنین همینجا. تمام آدم ها شناسایی شما زنی ملایبت الله برامد، آدرس ها را باید به این روان بکنن. دقیق زنایی که در برابر این گروپ نیابتی در بیرون صدا بلند میکنن، اینا شناسایی شو با توسط زرغون اولی سرمی دیبت الله قرار بگیره. البته ایبت الله وجود نداره. اگر پول گرفتی، پیسه گرفتی، فروختی کنی، خدا بپروش. نه مردمی با عزت و با شرفه که تمام اینا رو شناسایی کنی، نام و مشخصات اینا رو سرمی دی تروریست ها بمانی. به هر حال زنان افغانستان باید بیدار شوه، حتی در این برنامه حضور به هم برسانن. ما که یک دو تاش احتمال جا صحبت میکنیم که بیا یک شب یک برنامه رو بگیری که خانما بیا در رابطه با هم چه خانمی صحبت بکنن. مایه ننگ است که کسی در اروپا زندگی کنه میگه ایبت الله بیعت کرده، کاملا بیعت کرده. بیعت کردن از این اونم حلقه خبیثه خلقیا در اروپا هستن، اینا را برنامه دادن که اینا بتونن روز مارچ در بیرون اعلان کنن که همسو با طالبا هستیم، یعنی طالبا مخالفت نداره. سگو اینم طرفندی اینم پاکستانی است و اینم طرفندی خلقیا است. باید در برابر تو زنا استا شوین. در چند دانه گروپ واتساپ خانم هست، هر چی زودتر مدیری گروپا ای را باید بکشه و ای آدم خطرناک است. تمام لیست سر میزی ایبت الله و ایبت الله زاده مانده، باید به توجه باشیم. اگر میخواییم که به هدف برسیم، صف خود مشخص کنیم. دیگه ای بچه قرارگاه هستی، بچه فلان هستی، بچه ای هستی، از پنجشیر هستی، از تخار هستی، ای از کابل، مهم نباشه. خائن و جاسوس و هر کسی از صف خود باید جدا کنیم. زن افغانستان در 20 سال درس خوان، تحصیل کرد، خواسته هایش کلش نقش بر آب شد. دختران افغانستان اشکشان ریخته در ترکیه و در بالاخره در کشورهای بیرونی، در اتاقهای تنگ و بالاخره مشکلات در کمپا تیر میکنه، نفرین میکنه این طالب و طالب پرست. تو چطور جرأت کردی زرغونه ولی بیایی بگی که دستنویس ما تر ما سر میز آقای ایبت الله؟ آقای سلطانی با پوزش، با پوزش، اگر اجازه باشه کوتاه یک صدای از آقای احمد سعیدی که یک بار در افغانستان مورد حمله قرار گرفته، یک صدای کوچک از او هم بگذاریم. هر کسی که حرف از ما جنگ، از راه جنگ گویا در برابر یک کتله که بی‌ناموس است، هر لحظه با ناموس مردم ما بازی میکنه،
میگه ما وارد صحنه نمیشیم و مردم تلاش میکنه که از جنگ بگوید دست بکش در کفششان ریگ است. بار بار احمد سعیدی را از آدرس آیسای پاکستان کنسولاتش میگفتن جاسوس است. ما میگفتم نه والا احمد سعیدی سار انسان خوبی از در میدیا میاد، هر دقیقه حرف از آیسای میزنه از طالب میزنه، ولی ببینید من یک صدا چهره اصلیش شما میشناسم. من یک کلام میگم بعد میرم نشه که بسیار یادم اومد فراموش شد. دوستای عزیز، جوانانی که در میدیا فعالیت میکنین، در برابر زیبا پتنگ استاد شدین، در برابر او چی به سراج بود، کی بود نواسه امیر عبدالرحمن خان، امان الله خان کی بود که تبلیغ طالب در بیرون میکرد، خاموش نشستین. محبوب سراج ایم یکی از شاگردای محبوب سراج است که با طالب با معامله شده، باید هوشیار و بیدار باشیم در برابر آقای سلطانی. ببینیم هر جایی که خلقی و پرچمی، خصوصا خلقی ها و پرچمی ها، کمونیستای که پرچمی ها دیگه با خیلی داخل نیستن، آل گوش بگیرین. یک بار امی گزارش آقای احمد سعیدی را کلا مشنویم، چهره احمد سعیدی را هموطنا بشناسین، در مظلومیت ایشان گاه ناگاه هم و رگای گلونش که میپنده باور نکنین. دقیق شوین، من شنیدم بعد از او پخش میکنم. دقیق شوین، برای جنرال، برای نبیل گزارش میدم. نبیل مجددا سلام و عرض ادب دارم احمد سعیدی هستم. اول تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم از حوصله مندی شما، از صداقت شما که بدونی که عکس العمل منفی نشانتین با یک منطق قوی به سوال من پاسخ دادید. من خدمت شما اطرامان عرض میکنم که تقریبا یک و نیم سال، نزدیک به یک و نیم سال میشه ما یک حرکتی را ایجاد کردیم به نام مدافعان منافع ملی، در رأس حضور سید نظام الدین وحدت قرار داره، من معاونش هستم، خانم درگونه ولی هم هسته، دکتر صلاح الدین سعیدی هم هسته، سید عبدالکریم هاشمی هم هسته و راسخ و یک تعداد کسای دیگه زیاد در داخل کشور هم، ما در از وزارت خارجه گرفته تا وزارت داخله اشخاص افرادی داریم که شما شاید بشناسید نشد. ما به هیچ صورت طرفدار جنگ نیستیم، جنگ رو راه حل نمیدیم. یک دوم، ما به هیچ صورت طرفدار ازی نیستیم که طالب نباشه، طالب هم جزی از این خاک از این وطن است. ما میخواییم، ما طرفدار اعاده حاکمیت ملی هستیم. اعاده حاکمیت ملی چی؟ بدون مداخله بیرونی ها، بدون سلا، باید مردم افغانستان روی یک اندیشه، روی یک عقیده، روی یک باور که دو منافع ملی افغانستان تسهیل شده باشه کنار هم بیاین به یک نتیجه برسن. به نتیجه چی منو؟ ما هیچ مشکلی نداریم که اگر نام این حکومت امارت باشه، اگر شاهی باشه، اگر جمهوریت باشه، اگر صدارتی باشه، اگر پارلمانی باشه، ولی مردم افغانستان او رو پذیرفته باشه، مردم افغانستان دنبالش باشه. ما تشویش داریم که با گذشت هر روز افغانستان به طرف انزوای جهانی میره و طرف انزوای سیاسی میره. ببینید دو نیم سال نزدیک است از این حاکمیت میگذاره. اما ما شخصا به شما میگم، شما میتونین پیام مرا برسانید، پیام روز. ما یک روزی یک از وزیرای کابینه جناب آقای متقی، یک روزی هم آقای دلاور به تلفن کردن، حتی زیبلوی مجاهد آمدن مرا رسانه ای کرد که ما از اتخاذا کردیم که بیا به افغانستان بیا. به من چی گفتن؟ همین هردو بزرگوار که نام گرفتم.